در روز 30 فروردین سال 1354 در تپه های مه گرفته و ساکت اوین رگبار مسلسل ها تنین انداخت و به دنبال اون 9 تیر خلاص به واپسین تپش های قلب 7 فدایی و 2 مجاهد خلق پایان داد. این جنایت چرا و توسط چه کسانی طراحی و اجرا شد؟ تأثیر این نوع اعدام ها در زمان دیکتاتوری سلطنتی چه تأثیری روی نسل جوان آن روزگار و تحقق انقلاب 57 و سرنگونی شاه داشت؟ همراه میشیم با آقای عزیز پاکنژاد. آقای پاکنژاد، به شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که همراهمون هستین تو این ساعت از گفتگو. میخواستم بپردازیم به موضوع همین مناسبت 30 فروردین و واقعه و 2 واقعه‌ای که در این روز داشتیم، یعنی یکی سال 1151 و دیگری هم در 54. برامون توی رابطه بیشتر بگین و اینکه اون اعدام‌های ساواک با چه هدفی صورت گرفت. سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. قبل از هر چیز بگم که عرض کنم که این جنایت در تپه‌های اوین روز 29 فروردین 1354 انجام شد و روز بعد که 30 فروردین بود اعلام شد در مطبوعات و به گوش همه رسید. به همین دلیل تاریخ این جنایت روز 30 فروردین ثبت شده. در این روز 7 تن از همطور که خودتونم میدونید و گفتید در برنامه‌تون، در این روز 7 تن از رهبران زندانی سازمان چریکای فدای خلق ایران، بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، عباس سورکی و احمد جلیل افشار و همراه 2 تن از مجاهدان قهرمان زندانی، کاظم زلنبار و مصطفی جوان خوشدل، که همگی در حال کشیدن حبسشون بودن، حبسی که در سالهای گذشته قبلا طبق احکام غیرقانونی دادگاه‌های نظامی شاه بهشون داده شده بود، اینا در یک اقدام جنایتکارانه و انتقام جویانه توسط مزدوران ساواک به فرمان پرویز ثابتی که او هم مستقیم از رئیسش محمد رضا پهلوی دستور می گرفت، توسط سرهنگ وزیری از سران ساواک که رئیس زندان اوین هم بود، با همراه با تعدادی از بازجوها و شکنجهگرها به شکل غیر انسانی دست بسته از بند به تپه‌های پشت اوین منتقل شدند و در اونجا از ماشین پیاده کردند و تیرباران کردند. این همون پرویز ثابتیه که بعد از سالها مخفی شدن در خارج کشور توسط بقایای ساواک و سلطنت به تازگی چند ماه پیش رونمایی شده و به خیال خام خودشون وعده ادامه همون جنایات رو به مردم ایران و انقلابیون میدن. بعدها جزئیات زیادی از نقش پرویز ثابتی در این جنایت ها توسط خودشون منتشر شد که در برنامه قبلی شما به خوبی به اونا پرداخته شده، در اینترنت هم موجوده، اگر جوانان ایران علاقه داشته باشن میتونن با یه گردش خیلی سریع، با یه جستجوی سریع اینا رو بهشون دست پیدا بکنن. بر اساس اعترافات تلویزیونی بعضی از این شکنجهگران که در انقلاب 57 دستگیر شدن، به این 9 نفر قبل از تیرباران گفته بودند که دوستان شما در بیرون ما را ترور میکنند و ما هم شما را اینجا میخواییم اعدام بکنیم و برخلاف تمامی قوانین حقوقی و بین المللی مربوط به زندان و زندانی که همه جا به رسمیت میشناسند و وجود داره به این جنایت اقدام کردند و بعد در روزنامه ها همطور که عرض کردن در 30 فروردین اعلام کردند، نوشتند که اینها در موقع انتقال به زندان‌های دیگه اقدام به فرار کردند و در نتیجه مورد اصابت گلوله نگهبانان قرار گرفتند که این دقیقاً همون مدلیه که رژیم آخوندی در خیلی از جنایت‌هاش الان داره به کار می‌گیره و می‌بینیم که جنایتی انجام میده میندازه گردن دیگران یا جور سناریوها براش می‌چینه. هدف دستگاه سرکوب شاه و خود ساواک از این کار این بود که شعله مبارزه مسلحانه در جامعه رو که روز به روز بیشتر می شد و جوانان سرآمد بیشتری رو از همه اقشار به این راه جلب می کرد، راهی که به عنوان تنها راه قانونی برای مبارزه با دیکتاتوری و
خفقان رژیم شاه در اعلامیه جهانی حقوق بشر روش تاکید شده، به این راه میکشند. اینو میخواستن خاموش کنن و البته جنبش انقلابی مسلحانه همینطور مردم ایران رو از وجود چنین رهبران برجسته انقلابی محروم بکنن. علت این که برای کشتن این انقلابیون به این شکل اقدام کردن و مثلا اونا رو در خفا اعدام نکردن یا پنهانی نکردن، این از روی استیصالی بود که در مقابله با این موج رو به گسترش دچارش بودن. میخواستن فضای زندانها رو هم ناامن کنن تا مقاومت داخل زندان رو متوقف کنن. این یکی از این منظورشون بود، چون این قهرمانان در زندان بسیار فعال بودن، از لحاظ تئوریک به جنبش کمک میکردن و ساواک با خبرچینان و مزدوران و بریده های خودش در زندان از این امر اطلاع داشت. البته این جنایت باعث پاسیف شدن زندان و زندانی نشد، بلافاصله با عکس‌العمل زندانیان روبرو شد که با انگیزه های قوی تر راه رو ادامه بدن. خود من جز کسانی بودم که در بندهای 1 و 7 و 8 زندان شماره 1 قصر که مربوط به زندانیان سیاسی بود که یک حیات مشترکی داشتن، برنامه ورزش بعد از ظهر رو با یاد این 9 نفر انجام دادیم و هر حرکت رو به جای 10 بار 9 بار با صدای بلند تکرار کردیم که به گوش اونا برسه، که بعدها این حرکت به نام حرکت انسان ها در حرکات ورزشی ثبت شد و مرتب انجام می شد. در بیرون از زندان هم باعث واقعیتش این بود که باعث برانگیخته شدن هرچه بیشتر جوانان انقلابی شد و اینو از روی تعداد دستگیر شدگان که ما می دیدیم بعد از اون تاریخ که زندان می آوردن می شد فهمید که در بیرون چه تأثیری داشت. در مورد جنایت 30 فروردین سال 1351 ساواک هم با همین هدف و همین استدلال جنایتکارانه برای اعدام مجاهدان قهرمان ناصر صادق، علی باکری، علی میاندوست و محمد بازرگانی از رهبران سازمان مجاهدین خلق و اولین گروه از مرکزیت این سازمان همین سیاست رو دنبال می‌کردند و با همین استدلالات و اونا رو به جوخه تیرباران سپردن. البته این قهرمانان در دفاعیات خودشون در بیدادگاه نظامی ترفندها و جنایات و بیدادگری های نظام سلطنتی رو با صدای بلند افشا کردن و ثبت شده و همه جا هست و در این راه جان خودشون رو فدای آزادی مردم ایران کردن. بله، بسیار سپاسگزارم، به خصوص که از مشاهدات خودتونم گفتین و اینکه خودتونم در زندان بودین و اون تأثیراتی که برامون گفتین بر خود من خیلی جالب بود و اثرگذار. فکر میکنم برای دو نسلی که الان در واقع زمان شاه رو ندیدن بسیار آموزنده است نکاتتون. من خواستم از تأثیر این واقعی که اتفاق افتاد پاک نژاد، این اعدام ها روی نسل جوان ببخشید در همون دهه 50 برمون بگین چگونه بود؟ آیا تأثیری در پیوستن کم شدن یا از اون طرف اضافه شدن به این سازمان‌های انقلابی که این شهدا رو دادن داشت و همینطور چه نقشی در شکل‌گیری انقلاب 57 داشت که شما اشاره کردید تو صحبتتون؟ اگه ممکنه برامون بیشتر توضیح بدید. بنا به چیزی که خود من شاهد بودم در اون دوران، در اون روزها و سالها، مبارزه مسلحانه که در واقع توسط رژیم دیکتاتوری شاه به مردم و پیشتازانشون تحمیل شده بود، این با اقبال بسیار زیادی در نسل جوان به طور خاص تحصیل کرده روبرو شد و کار پیوستن و عضوگیری و شرکت در عملیات ضد ساواک و دستگاه سرکوب رو هموارتر هم کرد. البته ساواک هم بیکار ننشسته بود، در خفا هر کس رو که مشکوک میدید در سطح شهر، در کنار دانشگاه ها، در خیابون ها، در هر کجا دستگیر میکرد، در مکانهای امن بازجویی میکرد، شکنجه میکرد، بسیاری کارهای دیگه میکرد، میکشت و زندان میکرد. زندانها در عرض مدت کوتاهی پر شده بود از جوانان انقلابی و پرشور که با افتخار واقعا سینه سپر میکردند و فداکاری و جانفشانی میکردند و زندان را بعد وقتی هم به زندان میافتادند بسیار مقاوم بودن. ممکن بود از کل مسئله اونا بخوان با زندانی کردن این جوانان سوء استفاده کنن، ولی این اجازه بهشون داده نمیشد. در زندان واقعا مقاومت بالا بود،
از سالهای 1344 تا 1357 که انقلاب شد، یه نسلی از انقلابیون بزرگ به زندان افتادن، بسیاری اعدام شدن، بسیاریشون ترور شدن، مثل این مورد تپایوین که عرض کردم خدمتتون. در خیابون‌ها و کوچه پس کوچه ها در نبرد تن به تن به شهادت رسیدن. دو سازمان چریکای فدای خلق و مجاهدین خلق واقعا درخشش بی سابقه در میان مردم پیدا کردن در اون سالها، در اون زمانها، چیزی که ما دیدیم. به نظر من پایه های سقوط نظام دیکتاتوری سلطنتی عموما بر مبارزات و فعالیت های این دو سازمان پایه گذاری شده بود. برای همین رژیم شاه آگاهانه با قصد و غرض باقی مانده رهبران این دو تا سازمان رو که نتونسته بود سر به نیست بکنه در زندان نگه می داشت تا سرنوشت انقلاب آینده به دست اونها رقم نخوره. یعنی این چیزیه که باید به این نظام سلطنتی همیشه تکرار کرد و گفت که اینا چه کار کردن. در عوض به ارتجاع مذهبی و عواملشون امکان فعالیت در میان مردم رو میداد و در زمان وقوع انقلاب دیدیم که این ارتجاع مذهبی با تسلیم شدن ارتجاع سلطنتی بود که انقلاب بهمن رو دزدید و به اونجا برد، ایران رو که دیدیم. بله. آقای پاکنژاد، الان با توجه به صحبتایی که خودتون کردین، چرا هم رژیم و هم بقایای سلطنت و برخی جریان‌های دیگه این روزا میشنویم، حالا با فرهنگ و زبان خودشون، صاحب انقلاب 57 رو خمینی معرفی میکنن؟ چه هدفی دارن از بیان این چنین؟ در حال حاضر جامعه ایران در یک گردش و تغییر انقلابی سیر میکنه. نیروها و جریانات سیاسی از هر طیف، راست چپ هر چی، در این عرصه در این مقطع زمانی خاص به طور طبیعی فعال شدن. حالا بعضی از روی فرصت طلبی و بعضی هم از روی نتیجه مبارزاتی که داشتن، تا هر کدومشون بنا به موقعیت طبقاتی خودشون و اهداف مردمی یا ضد مردمیشون باعث به وجود آوردن نظمی باشن که منافع اونا رو تامین بکنه. دو جبهه درست شده که یکی شامل نیروهای انقلاب و جبهه خلقه و در مقابلش هم ضد انقلاب و جبهه ضد خلق مرکب از ارتجاع و استعمار با تمام قوا صف کشیدن و دارن می جنگن. این واقعیت امروز. رژیم که به طور طبیعی خودش رو از اول صاحب انقلاب بهمن می دونسته، عرض این سالها هیچ چیزی در این مورد کم نذاشته. تم ثابت ادعاش بوده که این انقلاب اسلامی بوده، اسلام ارتجاعی خمینی بوده و سابقه براش میسازه. برای کسایی که در مقابل رژیم پهلوی زانو زدن، عفو خواستن، سپاس گفتن و همه اینا رو هیچ کدوم، همه رو فراموش میکنه، میگه که اصلا مبارزین همه اینا بودن. در صورتی که خب ما تو زندان خیلی از اینا رو دیدیم، باشون بودیم، دیدیم که چه وضعیتی داشتن. در حال حاضر بقایای سلطنت که موقعیت رو مناسب تشخیص دادن، اینه که میبینید، تلاش میکنن با حذف و سانسور و اینا نیروهای جبهه انقلاب رو و همینطور انکار نقش اونا در تحولات و انقلاب جاری بگن که صفبندی اصلی بین شاه و شیخه و برنده یا بازنده این نزاع یکی از این دو نیروی ارتجاعیه. به همین منظور جبهه ارتجاع سلطنتی باید بگه که خمینی و داره دستش سلطنت رو ساقط کردن، ایران را به این روز انداختن و الان اینا میخوان دوباره ایران رو از دست اونو در بیارن و راهشون رو ادامه بدن که همون دیکتاتوری شاه باشه. مثلا امروز دیروز بچه شاه رفته به کشور اسرائیل سفر کرده، در اونجا میگه که اگه ما بودیم، یعنی اگه سلطنت ادامه پیدا میکرد، الان کشور ما کره جنوبی بود، در صورتی که الان کشور ما کره شمالیه. خب این حرفاییه که همینجوری برای خودش میپرده. آیا در دوره سلطنت پدر ایشون یا قبلش اصلا انتخابات آزادی وجود داشته که یک کشوری مثل کره جنوبی درست بشه، یا اصلا مردم آزاد بودند که بتونن حرف بزنن؟ بله. به هر حال اینا هر دو در یک جبهه قرار دارن. طبق معمول قدرت در ایران رو بین خودشون به نوبت از شاه به شیخ و برعکس از شیخ به شاه تصور میکنن. هیچ فرقی در اساس که در اسارت نگه داشتن مردم ایران باشه با هم ندارن. هدفشون یکیه، ایجاد دیکتاتوری و خفقان
و ستم طبقاتی و پر کردن جیب خودشون و حامیانشون رو دوش مردم ایران. حالا همین که الان شما گفتین آقای پکتوژن، ما اگه نگاهی بکنیم به تاریخ معاصر ایران، همواره یک اتحاد عملی رو بین همین شاه و آخوندها شاهدش بودیم. الان هم که تو جریان عمل طی قیامی که در سال 1401 در شهریور ماه شروع شد، مردم شاهد اتحاد عمل بچه شاه با مشخصا سپاه و نکاتی که میگفت همه شنیدن و خلاصه دیدن. خواستم از شما بپرسم که علت این پیوند بین این دو عنصر، یعنی شاه و شیخ، به ویژه تو شرایط فعلی رو چطور میبینین؟ تو چه اشکالی خودش رو نشون میده و الان مشخصا چه هدفی رو دارن دنبال میکنن؟ ببینید، ابزاری که شیخ و شاه با اون به قدرت رسیدن و حاکمیت خودشون رو برقرار کردن در تاریخ ایران، یک دستگاه سرکوبگر نظامی و پرقدرت بوده که مردم رو با اون کنترل میکردن و الان هم دارن میکنن. صرف نظر از اینکه این دو نیروی ارتجاعی هوای همدیگر رو دارن و دیدیم، انتقال قدرت بین این دوتا در هیچ زمانی با توسط به نیروی مردم و با قیام و انقلاب نبوده. خیلی طبیعیه. در انقلاب بهمن خمینی بلافاصله که تبانی ها انجام شد، بازور گروه های فالانج و مسلح که در مساجد سازمان داده بودن از قبل آماده کرده بودن، جلوی حرکت مردم رو گرفتن و نذاشتن اهداف انقلاب مردم، یعنی همین آزادی و عدالت اجتماعی، به نتیجه برسه. چون اگر ادامه پیدا میکرد اون قیام و اون انقلاب، صحنه عوض میشد و نیروهای مردمی به قدرت میرسیدن. همین الان هم مدعیان پراکنده نظام ثابت به یمن حمایت همین مدیای استعماری و ارتجاعی حول بچه شاه سابق دارن تلاش میکنن که نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران رو راضی کنن که از خامنه‌ای دست بردارن، حمایت خودشون رو برای بازیابی نظام سلطنتی در خدمت این باندها به کار بگیرن، چون چیز دیگه برای گرفتن قدرت ندارن، با مردم سر آشتی ندارن. هنوز اونا رو مقصر از دست دادن نظام سلطنت میدونن و گاهن با کلمات اونچنانی با مردم برخورد میکنن. بنابراین هیچ قرابتی با اونا ندارن، روشون هم حساب نمیکنن، فقط روی همین نیروهای سرکوبگر حساب میکنن. خمینی هم اگر ارتش شاه عقب نشینی نمیکرد و دستگاه ساواک رو به خدمت نمیگرفت، کجا میتونست یک چنین نظام تبهکاری رو برقرار بکنه؟ پس خیلی طبیعیه به نظر من که اینها در مواقع لازم به همدیگه کمک کنن و علنا دارن این کارو میکنن در حال حاضر. مثلا در مورد سانسور و حذف مقاومت ایران و سازمان مجاهدین کاملا هماهنگ و با استفاده از امکانات تبلیغی و عملی همدیگه یک کره بداهنگ رو دارن سر میدن. حالا آقای پاکنشاد، به من آخرین سوال، وظیفه مردم و جوونا و همینطور نسل روشن فکر ایران رو تو شرایط کنونی میهنمون در مقابل این اتحادی که بین شاه و شیخ شاهدش هستیم چطور میبینید؟ این در هر مقطع تاریخی بنا به ضرورت‌های تاریخی و ملی وضعیتی به وجود میاد که مردم و نیروهای مختلف و به طور خاص جوانان و روشنفکران باید به وظایفی که تاریخ بر دوششون میذاره عمل کنن. اصلا روند تکامل تاریخی همینه. نمیشه همه چیز رو به دست جباران تاریخ سپرد و در مقابل اونا سر خم کرد و تسلیم شد. باید به میدون اومد و بر علیه ظلم و فساد و تباهی قیام کرد. بنابراین اگر وظیفه‌ای به دوش مردم و جوانان و روشنفکران قرار گرفته باشه، همین امروز در مصاف این دو تا جبهه خلق و ضد خلق باید نمود پیدا بکنه. همین امروزه که باید خط و ربط و فکر و اندیشه خودشونو به کار بگیرن و به طور روشن جبهه ارتجاع و استعمار رو عقب برونن، چون اونا خیز برداشتن برای تعیین یک سرنوشت تاریک دیگه‌ای برای مردم ایران. این کار طبیعتاً الزامات خاصی رو داره که در این شرایط تحول انقلابی و وضعیت نامتعین فعلی دخالت این نیروهای جوان رو تعیین کننده و ضروری میکنه. اسناد و مدارک و شواهد تاریخی و عینی به طور مشخص عمل کرده این 40 چند ساله دیکتاتوری ولایت فقیه و نیم قرن هم سلطنت خاندان پهلوی و به گروه رفتن اونا این نظام عقب‌مانده سلطنتی با یک انقلاب مردمی،
اینا همه به خاک سپرده شده. اینا همه اینا همه اسناد و همه این شواهد در جلوی چشم همه هست و انتخاب رو به نظر من ساده میکنه. به نظر من در حال حاضر مبارزه با هر نوع و هر فرم از دیکتاتوری موروثی یا غیر موروثی و تبلیغات فریب دهنده حول اونا بسیار مهمه در تعیین سرنوشت مردم و کشور ایران و حتی منطقه خاورمیانه. باید وارد میدون شد، آگاهانه انتخاب کرد. اولین انتخاب به نظر من ثبت نام در جبهه خلق و انقلابه که مستلزم ترد و بایکوت این اتحاد شوم بین ارتجاع استعمار و نقشه های ننگین اوناست برای ادامه در انقیاد نگه داشتن مردم ایران. بله، بسیار سپاسگزارم از شما رئیس پاکنژاد که دعوت ما رو پذیرفتیم و توی این گفتگو همراهمون بودیم و مشخصا نکاتتون پیرامون دو واقعه اعدام‌های سال 51 و 54 توسط ساواک شاه. خیلی ممنون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. منم از شما تشکر می‌کنم به خاطر دعوتتون. بهتون درود بفرستم. درود بر شما.